فصل یازدهم مخدوشی سوژه و ابتزال شر من یکی از اسبهای بیشماری بودم که گاری را می و اراده راننده نمیگذاشت به چپ یا به راست بگریزم آدولف آیشمن محاکمه در اورشلیم. قشر نخبه ایران در این لحظه پر است از سوژگان مخدوش سوژه مخدوش میتواند هر کدام از دویست و پنج تن هنرمند تئاتر و سینمایی باشد که به وزیر ارشاد که حتی عنوان وزارتخانهاش اهانتی است به شعن انسان عریضه بنویسد و رژیم را به ممیزی بهینه و درست ارشاد کند. سوژه مخدوش بدون هیچ گونه احساس شرمی میگوید که آن چرا محترم نمی شمارد رعایت می کند. بیان که بپرسد این عریض نویسی و این اعتراف چه چیزی راجع به حیثیت اخلاقی و سلامت وجدان او میگوید. گوید. سوژه مخدوش در دروغ زندگی می کند. به دروغ عریضه می نویسد. و به دروغش نیز اعتراف می کند. آنگاه به جای آنکه بپرسد اینها چه الگویی به جامعه می دهند و چه اصولی به مردم می خود را در بهبوهه ازمهلال اخلاقی عمومی نگران کمخاصیت شدن تئاتر معرفی می کند. مخدوشی او در این است نمیداند فرهنگ برای چیست و اصلا چرا باید فرهنگ را دوست داشت؟ او در عمل مروج توهی کردن فرهنگ است از آنچه فرهنگ برای آن است زیستن شرافتمندانه در حقیقت و احسان بدتر او کسی است که دروغ و خفت را پذیرفتنی و پیش پا افتاده می کند او دست به هرچه می زند آن را از ارزش می اندازد. او که سعدی نخوانده است میگوید ما خفت را میپذیریم چون ساکن سرزمینی هستیم که عاشقانه دوستش داریم و با این شعار دادنش میهن دوستی را به خاری و خفت پذیری پیوند میزند و آن را مبتزل و پیش پا افتاده میکند هیچ کس از فیلم ها و تئاترهای او درس آزادگی که نمیگیرد هیچ همه از تنازی های او در محفل قدرتمندان یاد میگیرند که چگونه حرف از آزادی بزنند ولی تن به خاری بدهند او مروج ابتزال شر است یک نمونه دیگر فرض کنید ویروس جهانگیری به جان کشوری میافتد که میتواند هزاران و بالقوه صدها هزار نفر را قربانی و میلیونها انسان را داغدار و بیپناه کند. فرض کنید که علم پزشکی و اپیدمی شناسی تشخیص داده باشد که برای مهار این ویروس مشارکت مردم عامل تعیین کننده است. فرض کنید که روانشناسان و جامعه شناسان ثابت کرده باشند که باید آمار دقیقی داشت و برای جلب مشارکت مردم باید آن آمار را در اختیار آنان گذاشت تا به عنوان سوژه در حفظ مسئولیت خیش و دیگران اقدام کنند فرض کنید که حکومتی به رؤسای بیمارستانها دستور داده است که واقعیت را از مردم پنهان کنند مثلا از آن رو که مفهوم سوژه از گفتمان آن حکومت بیرون است فرض کنید که رئیس بیمارستانی که خودش یک پزشک است به کادر پزشکی و اداری بیمارستانش این پیام را ایمیل می‌کند همکار گرامی با سلام و خدا قوت خواهشمند است دستور فرمایید در برگه فوت بیماران بخش های صفر که دارای مشکلات تنفسی می باشند، از درج کرونا، آنفولانزا و چند نقطه اجتناب نموده و علت فوت بیماری تنفسی هاد قید گردد موضوع به نحو مقتضی به اطلاع دستیاران رسانده شود این پزشک یک سوژه مخدوش است و درست مانند ویروس دیگران را هم مخدوش می کند. خدش خوردگی بیماری واگیردار سوژه است طوری که در مورد انواع دیگر سوژه صادق نیست. در فصل پیش دیدیم که ولی فقیه و امت واحد جهانی نسبتی درونی با هم دارند. به گونه ای که مجموعا سوژه واحدی تشکیل می دهند. یک تن مشترک که در آن فرد سوژه بودن خود را به ولی فقیه تسلیم می کند تا دوباره از آن به صورت اکتسابی و به شکل نوعی فرمان آمیزه ای از اجازه و هدایت متکی به ترس به عنوان جزئی از امت برخوردار شود. این است شعن سوژهی که قاجا به مسابع یک سند تأسیسی به تعبیری کد ژنتیکی آن است فرد به عنوان جزئی از امت مخدوش و فاسد نیست مادون اخلاق است از اخلاق چیزی جز آنچه بهره بندگان است نمیفهمد مصیبت ولایت فقی در مورد سوژه محروم ساختن او از شعن اخلاقی است ویژگی رژیم ولایت فقیه این است که سوژه در آن به حال خود واگذار نمی شود هر آن باید به تقاضای جوهری آن یعنی تسلیم خود و انحلال در توده امت پاسخگو باشد و به هر روی خود را در نسبتی با این تقاضا تعریف کند سه وضعیت ممکن دیگر برای سوژه سوژه مخدوش سوژه محروم و سوژه نافرمان وضعیت هایی هستند که این تقاضا پیش پای سوژه می گذارد سوژه به تعریف به جولانگاه نیاز دارد جایی که در آن آزمون و خطا کند خود را دریابد و در آن ببالد دغدغه و آرمان اندیشه سیاسی همین جولانگاه است هر حکومتی با وضعیتهایی که پیش پای سوژه باز می کند تعریف می شود خفقان احساس سوژه است که هیچ زنگ تنفسی نسبت به تقاضای رژیم ندارد اینجا میخواهم از سوژه مخدوش یا سوژه ای که خیش را به تباهی میکشاند سخن بگویم این همان سوژه است که گفتم همانند سوژه مؤمن سوژه در وضعیت بندگی به حرکت و تحقق رژیم ولایت فقیه تعلق دارد در واقع رژیم بدون کشیدن بخش بزرگی از مردم به این وضعیت و بدون همیاری آنان به زحمت میتواند دوام بیاورد یکی از شاگردان آرنت مینویسد هرگز هیچ رنج بزرگی را نمیشد بر مردم بسیار وارد ساخت اگر نظام های منحرف در انجام آن فقط متکی بر حیولاهای اخلاقی بودند درست همان گونه که نمیشد خبر بزرگی به مردم بسیار رساند اگر قرار می بود که تنها به قدیسین تکیه کرد سوژه مخدوش یکی از دو پاسخ ممکن به این پرسش است آیا حاضرید برای بقا یا بالیدن بخشی از جهانی باشید که هر لحظه از شما می طلبد تا به صورت ترمیم ناپذیری عقل و وجدان خیش را به دیگری تسلیم کنید پاسخ سوژه مخدوش و تباهی او در گفتن آری به این پرسش است این یک پرسش اخلاقی است پاسخ به آن نیز اخلاقی است اصولا وقتی در مواقع معمولی از فساد حرف میزنیم در ارتباط با وضعیت این سوژه است این سوژه از طرفی مانند سوژه مؤمن داخل رژیم است و از طرفی مانند سوژه نافرمان بی اعتقاد به آن نام این دوگانگی ریا است من عنوان سوژه ریا را نیز برای این وضعیت سبک و سنگین کردم نام های دیگری هم خود را پیشنهاد می کردن. مانند سوژه منحت یا سوژه تباه یا حتی سوژه مبهم امیدوارم این بحث خود نشان بدهد که چرا سرانجام صفت مخدوش را مناسب تر یافتم پیش از تبیین نظری این وضعیت یادآوری چند نکته را مفید می دانم کما بیش مثل هر مطلب دیگری که در اینجا گفتم حرفی که می خواهم بزنم تازه نیست حتی اصلاح طلبان نیز این را می آنچه آن تازه است زاویه نگاه ماست. می خواهم با مطلبی شروع کنم که مطمئنا به همان پرسشی که همین الان مطرح کردم ارجا می دهد. سوگندنامه زیر منقول است از فرم داوطلبی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی. هر داوطلبی موظف به امضای آن است. این جانب با اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه داوطلبی خود را برای دوره نقطه انتخابات اعلام می‌دارم و گواهی می‌نمایم که اظهارات فوق مطابق با واقعیت است هر که با قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آشنا باشد بلافاصله فاصله ملتفت می شود که در واقع این سوگند نامه چیزی جز تکرار ماده 28 این قانون نیست احمد بخارایی یکی از استادان دانشگاه در توضیحی که در گفتگویی در این باره می دهد به درستی بر چند نکته انگشت می بذارد. به غیر التزام لغت مقدس در کنار نظام اینها معنی دارد. اینها بار معنایی دارد. برای این نیست که لغلقه زبان باشد. مقدس در یک قاموسی نظام مرید و مرادی و شیفتگی و عشق ورزی را به دنبال دارد عقل و تعقل به حاشیه می رود دموکراسی اصلا سالبه به انتفاع موضوع است یا بحث مطلقه و این انتقادات بعد میآید این را امضا می کند یا دروغ می گوید که کارش با دروغ شروع شده این آدمی که دروغ می گوید احتمالا به روش های مختلف منافع فردیش را به منافع جمعی ترجیح می دهد. یا اینکه راست می گوید که همان ریل گذاری است که عرض کردم در توضیح بالا عبارت سالبه به انتفاع موضوع یک ترم منطقی است معنای آن این است که قبول یک اصل کلی مستلزم قبول فرعیات آن است مثلا اگر ثابت شود کسی دیشب فوت کرده است دیگر در عالم واقع و نه در عالم روزخانی اینکه صبح امروز از خواب بیدار نشده و صبحانه نخورده است نیاز به اثبات ندارد او صبح زنده نبوده و بنابراین هیچ کدام از این کارها اتفاق نیفتاده است منظور شاره این است که اگر صفت مقدس را در مورد نظام به کار بردید آنگاه نظام دیگر موضوع عقل و تعقل نیست موضوع ایمان و پرستش است جایی نیست که عقل و تعقل را به آن راهی نباشد جایی است که دیگر دموکراسی و احتجاج درباره مطلق بودن ولایت بنا به تعریف منتفی است نفی عقل یعنی نفی دموکراسی و نفی امکان بحث در باری مطلق بودن ولایت و امور دیگری که به آن انتقاد وارد است اگر کسی به هر دلیلی بخواهد نماینده مجلس شورای اسلامی بشود یعنی در رژیم بماند این سوگند نامه و قوانینی که پشتوانه آن است دو وضعیت و فقط دو وضعیت پیش پای او میگذارد در قلتیدن به وضعیت بندگی یا گم و گو شدن در وضعیت ریا یا صادقانه و با اعتقاد قلبی مقدس بودن نظام و اعتقاد و التزام عملی به آن و وفاداری به قاجا و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه را میپذیرد و یا بی آنکه به این بسته عقیدتی سیاسی اعتقاد راستینی داشته باشد آن را امضا میکند در صورت اول سوژه به وضعیت مرید و مرادی و شیفتگی و عشق ورزی در میغلتد این تعابیر حاکی از آنند که متقاضی سوژگی خودش را تسلیم می کند و خودش را در جایگاه مریدی همراه با عواطف متقارن آن مانند شیفتگی و عشق ورزی قرار می دهد. مرید با اراده همریشه است از مستر راده مرید کسی است که مراد را اراده می کند این در واقع یعنی تسلیم اراده به دیگری به مراد دقیق تر مرید کسی است که اراده مراد را اراده می کند این کاربرد با توجه به مفهومی که در عرفان دارد تا حدی مجازی است لیکن پیداست که ما داریم از سوژه در وضعیت اول حرف میزنیم یعنی ای که از سوژگی افتاده است او چنانچه شاره به بیانی پولمیکال جدلی میگوید خود را به خاری وضعیت ریلگذاری فرو کاسته است او ریلگذار ولی فقیه است تعبیر مکانیکی است اما در نهایت همانی است که ارسطو درباره این سوژه گفته بود حیوان کار صورت دوم که شاره بر آن نامی نمی نهد ولی به درستی وضعیت او را توصیف می کند آن وضعیتی است که سوژه مخدوش خود را در آن می آبد. او که کارش با دروغ شروع شده آدمی است که دروغ می گوید مطابق داوری این استاد جامعه شناسی این شخص احتمالاً به روش های مختلف منافع فردیش را به منافع جمعی ترجیح می دهد. باریکندیشی این استاد از این تفکیک پیداست. عامل تعیین کننده مبنای ریاکارانه کار است. اینکه شخص منافع فردی خود را به منافع جمعی ترجیح می دهد، یعنی فساد به معنای ساده آن معلول شروع به کار از آن مبناست حدش پذیری در اصل کار است این یک وضعیت کیشوماتیست، نماینده یا راست میگوید و صادقانه و از سر ایمان به ریل گذاری در می غلطد یا دروغ میگوید و بنابراین خود را به تباهی میکشد. این نیست که سوژه مخدوش ریل گذاری نمی کند. فقط این است که در دروغ زندگی می کند. ریلی را میگذارد که به آن اعتقاد ندارد. سوژه مخدوش کارش را به معنی اخص عبارت با خودفروشی آغاز بی او تن و زبانش را میدهد اما نه اراده و شهواتش را در تمام مدت هوس و حواسش جای دیگر است اما این ظاهر کار است او به راستی خودش را از دسترس خارج کرده است اوضایی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی خیشتن را در آن میابد منحصر به این شغل نیست به درجات مختلف این اوضایی است حاکم بر جهان رژیم ولایت فقیه بدیهی است که این اوضاع هرچه به مرکز قدرت و امکانات رژیم نزدیکتر شویم واضحتر و جدیتر می شود است که به صورت زنندهی بر تمامی مشاغل حکومتی، رسمی و دولتی تا انجمنها و هیئتها و نشریات و بیشتر مشاغل نان و آبدار دیگر از هنرمندان و روشنفکران و ورزشکاران گرفته تا سلبریتی های رنگ و وارنگ حاکم است. هر که دنبال یکی از به اصطلاح اقتصاددانها منابع کمیاب باشد دنبال قدرت ثروت شهرت به صورت عمدهتری با این اوضا روبرو می شود در هر حال چه داوطلب راست بگوید و چه دروغ آنچه اتفاق میافتد از محلال سوژه است این پیامدهای هولناکی برای امر اخلاقی دارد اخلاق مستلزم وجود و استواری سوژه است رژیم ولایت فقیه لطمه است هستی شناختی به اخلاق سوژه به مسابع پیش شرط امر اخلاقی را به ظلمت می کشاند. اکنون هنگام آن رسیده است که به تبیین نظری این نو سوژه بپردازیم تبیین این وضعیت دشوارتر از سه وضعیت دیگر است دو دلیل دارد یکم به خاطر پدیدار شناسی آن است وضعیتی است که بنا به خصلتش به راحتی خودش را به مفهوم تحویل نمیدهد بیش از هر وضعیت دیگری خودش را از دیگران و از خودش پنهان می کند. دوم واکنش اخلاقی است که در ناظر برمیانگیزد سوژه مخدوش طیف وسیعی را تشکیل میدهد. در حالی که حد آن در یک سمت انزجاری کمابیش شدید در ناظر ایجاد می کند حد آن در سمت دیگرش چنان مبهم است که موجب انگیزش نوعی تفاهم در ناظر می شود به گونه ای که تعمیم صفت خدش خوردگی را به آن وضعیت ناپسند می‌یابد. جلوه تابلوی چنین سوژه ای دروغ، ریا، فساد، اختلاس، ارتشا، پدیده آغازادگی و از این قبیل است اما تنها اینها نیست خدش خوردگی جلوه های محو و خفیفی هم دارد حتی نوعی از آن هست که صدای راه رفتنش به تعبیر ابو حامد غزالی مانند صدای پای مورچگان شنیدنی نیست آنکه بر پیشانی خود چنان داغ دوغلو و ستبر و مستعملی زده است که گویی بر آن نشیند آن نویسنده‌ای که از مردم حرف میزند ولی پس از کشدارهای شست و هفت تا نود و هشت باز هم سر میز ریاست جمهوری رژیم افتار بیروزه افتار ریا می کند آن کارگردانی که خودش را فمینیست میداند، ولی پس از دختران خیابان انقلاب با رعایت هجابی که من میدانم دانم جای دیگر ندارد در فستیوال حکومتی شرکت می کند خلاصه هر که خلوت و جلوتش به شکلی بیش از آنچه برای بقا لازم است یکی نیست به درجات در چنین وضعیتی است مفهومی که من از سوژه در این بررسی در نظر دارم همان مفهومی است که هان آرنت دارد جلوتر به این مفهوم خواهیم رسید سوژه به این معنا قابل تفریق از وجدان نیست سوژه باید به معنایی بر خودش خم بشود و خودش را داوری کند سوژه مخدوش سوژه است که به شکلی وجدانش را خدشدار می کند یا آن را افسون یا قرنطینه می کند در نهایت تفاوت اصلی سوژه مؤمن و سوژه مخدوش آن است که اولی عقلش را دست دیگری داده است و دومی چراغ وجدانش را خاموش کرده است مقایسه میان این دو گونه سوژه کمک می کند سوژه مخدوش را بهتر بشناسیم برخلاف سوژه مؤمن سوژه مخدوش بهره ای از عقل را در خود در می این بهره عقل حسابگر است او همچنان عقل حسابگر را برای خودش حفظ می کند نگاهش را بر روی منافعش متمرکز می کند و به دنبال آن مانند اتومبیلی در ترافیک رژیم لایی میکشد. قید کلیدی در اینجا منافع است استتار سوژه مخدوش از جنس تظاهر و ریاست از جنس آداب شناسی و رعایت حساسیت های انسانی و رسوم فرهنگی نیست برای بقای صرف هم نیست برای ثروت است یا قدرت یا شهرت برای جایگاه هست و مطرح بودن او در نسبت با رژیم و در ارتباط با قدرت آن و منافع خودش تظاهر می کند این را از کجا می دانیم؟ از لحن زخم خورده کسانی که موفق می شوند از این خطش خوردگی خلاص بشوند هر از گاهی وجدان افسون شده یک بازیگر سینما یا ورزشکار یا گوینده ی رادیو تلویزیونی بیدار می شود آنگاه او اعتراف می کند هجابش ریا بوده یا با آنکه دروغ بودن خبری را میدانسته آن را خوانده است موفقیت و شغل برایش مهم بوده است به این حساب سوژه مخدوش یک حیوان کار معمولی نیست حتی به معنای وارونه یان است به خدایگان که می نگرد به جای عقل در او یا جهالت می بیند یا در او نیز عقل حسابگر سوژه مخدوش به سختی می تواند جز عقل حسابگر عقل دیگری را ببیند چون بهره خود او از عقل آن چیزی که به عنوان عقل در خود مییابد همین عقل حسابگر است کاریریزم وحشی مظهری است از همین او به ریش کسانی که تن به ریل گذاری نمیدهند میخندد و آنان را سادلوه و بازنده و بی ارزه و اگر اصلاح طلب باشد آرمانگرا میخواند انسان به نظر او فقط به دو دسته تقسیم پذیر است گاگول و زرنگ سوژه مؤمن مادون اخلاق است او شرط استعداد امر اخلاقی یعنی سوژه بودن را از خود خلع کرده است نه توان از او توقع اخلاقی داشت و نه درست است در باره او داوری اخلاقی کرد سوژه مختوش اما بی اخلاق یا بد اخلاق است او اخلاق را زیر پا گذاشته است آن یکی خدایگان را در دیگری مییابد این یکی هیچ کجا خدایگانی نمییابد نه در دیگری و نه در خودش تباهی سوژه مخدوش در همین انکار عقل خدایگانی است در تفریق از یک رژیم حقیقت او سوژه است که به هیچ کس پاسخگو نیست سوژه مخدوش آن اندام اخلاقی که او را به پاسخگویی به خود به عنوان سوژه موظف می کند از دسترس خارج کرده است وجود و درجه این خدش خوردگی را می شود تشخیص داد و اندازه گرفت آزمون خدش خوردگی سوژه آزمونی که نشان می دهد چون این تیف وسیعی مخدوش شده است وجود درجه محسوسی از استتار است سوژه مختوش هر کجا منافعش ایجاب کند خودش را پشت نوعی تبهر اجتماعی پنهان می کند سوژه مختوش اصولا نه خودش را مقصر می داند و نه پاسخگو او واقعبین است برای او جهان چیزی جز امر واقع نیست برای او همه چیز مجاز حتی مفید و گاهی ضروری است واقعبین هرگز خودش را مسئول واقعیت نمی داند واقعیت همین است که هست باید به با آن کنار آمد و کار کرد او خودش را زرنگ یا کنشگر اصلاح طلب می یابد نه آلوده شاید اعتراض بشود که این تعریف از سوژه مخدوش شامل بخش بزرگی از جمعیت می شود اعتراض بجاست اما گناه از تعریف نیست ما نمیتوانیم صرفاً به این دلیل کمی یا به این سبب که خیلی ها ممکن است تصویری از خیش را در آینه آن ببینند مفهومی را به ما هو و مفهوم رد کنیم در این رابطه است که به یکی از نکته هایی که پیشتر وعدش را داده بودم باز خواهیم گشت ابتزال شر هنه مقایسه این مقوله با آنچه ما در اینجا زیل مقوله سوژه در وضعیت خدش خوردگی مطرح می کنیم می تواند به فهم بهتر مطلب کمک کند دو مقوله آشکارا به هم ربط دارند به این معنا که به نحوی با موضوعات مشابه و حتی مشترکی سر و کار دارند از طرفی بی تردید دو موقعیت ابتزال و خدش خوردگی اگر نگوییم با یکدیگر دیگر همپوشانی قسمی دارند جوری همسایه دیوار به دیوار همند. به همان اندازه بیتردید میتوان گفت که نگرش و رفتار و کردار بسیاری از کسانی که ما در وضعیت خدش خوردگی سوژه پیدایشان می کنیم همان موقعیتی را دارد که آرنت زیر عنوان ابتزال شر توصیف می لیکن از طرف دیگر تبیینی که آرنت و شارهان وفادار به تز او از ابتزال شر ارائه می دهند در ارتباط با منطق بروکراتیک و اخلاق فرمان برداری قرار دارد. در نگاه اول چون این می نماید که این تبیین به همان انداز قابل باز تعریف در مورد سوژه مؤمن است که در مورد بخش بزرگی از سوژه در وضعیت خطشه نیست سوژه در وضعیت ابتزال به عبارت دیگر هر چیزی هست جز فاسد آیشمن فاسد نبود مبتزل بود با این همه من میخواهم به ساده ترین و فشرده ترین بیانی بگویم که این دو مقوله بیشتر با هم جفت و جورند تا مخالف در اینجا نمیخواهم وارد این بحث بشوم که آیا می توان با ارتقای سطح انتظار کاری کرد که این دو مقوله به تمام در هم ادغام بشوند یا نه فقط ادعا می کنم که این کار شدنی است آنچه قصد گفتنش را دارم تفاوت زاویه نگاه آرنت است با زاویه نگاهی که ما در اینجا به موضوع میافکنیم ما به موضوع از زاویه تقدیر سوژه نگاه میکنیم از زاویه نسبتی که سوژه با امکان و تحقق خودش پیدا میکند آرنت به دنبال ارائه نوعی هستی شناسی شر است اینکه جنس شر چیست با این حال در ارتباط با نظام های سیاسی مدرن چه سکولار توتالیتر و چه قدسی فقیه سالار در یک نکته بسیار مهم به هم میرسیم آن نکته این است که شر بدون سیاهی لشکر کسانی که شر را به ماه و شر اراده نکرده اند ادامه نمی آمد. در ارتباط با وضعیت خدشه این بدان معناست که لازم نیست سوژه خدشه را اراده کرده باشد بلکه کافی است سوژه حقیقت را اراده نکرده باشد تا شر حکومتی چه به شکل خشونت جسمانی و چه به شکل خشونت روانی چه کشدار چه فساد فراگیر ممکن شود ضرورتی ندارد به طور مفصل در باره آرند و نظریه ابتزال شر او توضیح داد. کم کسی است که این نوشته را بخواند و کمابیش با این نظریه و ماجرای دامندار آن آشنا نباشد. آرند آن را هنگام محاکمه آدولف آیشمن در اورشلیم در مورد او به کار برده است. معنای ابتزال را باید دقیق فهمید به خصوص که حتی در زبان انگلیسی هم غلط انداز است. آدولف آیشمن مسئول اداره امور مربوط به یهودیان در دفتر مرکزی امنیت رایش بود. وقتی سران بلند پایه رژیم نازی در سال 1942 تصمیم به اجرای راه حل نهایی برای نابودسازی کامل یهودیان گرفتند عهدهدار طراحی و مسئولیت اصلی انتقال یهودیان از آلمان اروپای شرقی جنوبی و غربی به اردوگاه های مرگ و کوره های آدم سوزی شد بعد از پایان جنگ جهانی دوم فراری شد در سال 1960 توسط سرویس‌های امنیتی اسرائیل از آرژانتین ربوده شد در دادگاه اورشلیم به مرگ محکوم گشت و در اول جوان 1962 به دار آویخته شد. آرنت در بسیاری از جلسات محاکمه حاضر بود و از آنچه میگذشت برای مجله نیویورکر گزارش تهیه میکرد که بعدا به صورت کتابی منتشر شد. آدولف آیشمن هیچ کدام از پانزده اتهام دادگاه را نپذیرفت. از ایدئولوژی نازیسم نیز دفاعی نکرد. کاری که اکثر سران نازی نیز در محاکماتشان نکردند چارچوب اصلی دفاع او همانی بود که سران نازی در دادگاه نورنبرگ بدان متوسل شده بودند او یک کارمند دولت آلمان بود و کاری جز اطاعت از دستورهای مافوقانش نکرده بود او نه هیچ انگیزه شری داشته و نه هیچ نفرتی از یهودیان در دل دستش به خون کسی آلوده نگشته من هرگز یک یهودی ستیز نبودم طبع نازک دل من با دیدن جنازه و خون آزرده میشد این شخصا به من ربط نداشت شغل من آن بود که نظارت کنم و گزارش بدهم دنبال ایده هم نرفته بود او یک هیولای غیر عادی نبود کارمندی بود که با جدیت دنبال کارش بود او یک واقع گرای کامل بود آرند لزوماً انکارهای آیشمن را قبول نکرده بود شماری از آن ادعاها همانجا در دادگاه رد شدند ولی توضیحات او را از آنچه دادستان قصد الغایش را داشت هولناکتر یافته بود هولناکی مورد آیشمن درست در همین بود که شر میتوانست بدون انگیزه شر وجود داشته باشد ابتزال شر در این است که آیشمن نه سادیست بود نه فناتیک و نه جامع ستیز به گفته آرند نه ایاگو بود و نه مکبس و هیچ چیز دورتر از ذهن او نبود که همراه ریچارد سوم بخواهد ثابت کند که شریر است جز پشتکاری خارق العاده برای ترقی جایگاه خود اصلا هیچ انگیزه دیگری نداشت به زبان آمیانه هرگز حالیش نشد که دارد چه کار میکنند این بی فکری محض بود چیزی که به هیچ وجه با بلاحت یکی نیست که او را مستعد بزرگترین جنایتکار آن دوران شدن ساخت حال اگر این مبتزل است و شاید مسخره اگر با بیشترین حسنیت در عالم نتوان هیچ گونه جرفای شیطانی یا دیوگونه ای از آیشمن بیرون کشید این هنوز هم با معمولی خواندن آن یکی نیست اینکه چون این فاصله ای با واقعیت و چون این بیفکری میتواند بیش از مجموع تمامی قرایز شروری که شاید در فطرت بشرند چون این خسارت عزمایی به بار آورد در حقیقت آن درسی است که می توان از محاکمه آیشمن در اورشلیم گرفت برای اینکه شر در ابعاد هولناک هولوکاست وجود داشته باشد لازم نیست اشخاص آن را اراده کنند کافی است در پیگیری انگیزه های شخصی خود آن را نادیده بگیرد آیشمن به اصطلاحی که کریستوفر براونینگ بعدها در باب گروهی از نازیها به کار برد یکی از آدمهای معمولی بود که حتی در دفاعیاتش به جای اندیشیدن برای خود به کلیشه متوسل میشد. در زندگی هم شخص جبونی بود. انگیزه ای که او را به جلو می راند پیشرفت در کارش بود نه ایدولوژی. او میخواست موفق باشد، گل کند و همین بود فاصله او با واقعیت. وقتی آرنت در همین کتاب می نویسد شر از امتناع از اندیشیدن میآید این است ابتزال شر باید آن را در ادامه سنتی فهمید که از آتن تا کونیگزبرگ قدمت دارد در مورد کسانی مانند آیشمن آدم های معمولی شر یک جوهر نیست بلکه یک عدم است شر را نباید اراده کرد تا اتفاق بیفتد کافی است اندیشه به آن نیندیشد آنجا که در اندیشه آیشمن باید دنبال علت جنایت های او گشت هیچ چیزی نیست نه اراده برای شر و نه اندیشیدنی به آن آرنت میپرسد آیا عجز اندیشیدن و شکست فلاکت بار آنچه آن را معمولا وجدان میخوانیم با هم یکی نیستند آنچه آرنت به آن میگوید بیفکری خالی بودن مغز از هر گونه فعل و انفعالی نیست این بیفکری خودش یک کار فکری است چیزی جز آن نیست که عرستو به آن میگوید بهره بنده از عقل اینجا در خدمت نظام در نقش خدایگان فکر او به نوعی حسابگری برای موفقیت فروکاست شده است ممکن است بنده بزرگی بشود ممکن است در جشواره به او جایزه بدهند حتی تندیسش را بسازند ولی باز هم او بنده است همانطور که صده ها قبل گلادیاتورها بودند تایشمن تا که کیش موفقیت در او قوی است اعتراف می کند اکنون که به گذشته مینگرم در میابم که یک زندگی مبتنی بر فرمانبرداری به راستی زندگی بسیار آسوده است این گونه زیستن نیاز انسان به اندیشیدن را به حداقل میرساند شاید آدولف هیتلر سراسر راه خطایی رفته بود لیکن یک چیز جای بگو مگو ندارد این آدم توانسته بود خودش را از سرگروهبانی در ارتش آلمان به پیشوایی حدود هشتاد میلیون مردم برساند همین موفقیت او کافی بود که به من ثابت کند که خودم را تحت فرمان او بگذارم نسبت ابتزال شر با سوژه ای که خودش را به وضعیت خدش خوردگی کشانده است چیست؟ پاسخ به این پرسش هم به ما کمک می کند سوژه مخدوش را بهتر بفهمیم و هم به درک بهتری از نظریه آرنت برسیم. بیشتر شارهان آرند آیشمن را در چارچوب پدیده ای میفهمند که براونینگ به آن میگوید منطق بروکراتیک هولوکاست جنایتی بود اداری و آیشمن کارمندی بود در درون بروکراسی مدرن که منطق و اخلاق خاص خودش را دارد کارایی اطاعت از سلسله مراتب اداری و کاریریزم از آن جمله اند مطابق منطق بروکراتیک کارمند به موفقیت دستگاه اداری می اندیشد و به جایگاه خود در آن و نه به معنا و پیامدهای اخلاقی کارش دستگاه بروکراتیک مدرن از فرد سلب مسئولیت اخلاقی می کند معنای زندگی او بروکرات تکنوکرات کار اوست وقتی در بوداپست با ایشمن دستور دادند اعزام یهودیان به آشویتس را متوقف کند احساس عاطل و باطل بودن به او دست داد تا جایی که میدانم من دیگر نمیتوانستم به درد کاری بخورم نمیتوان کار کرده منطق بروکراتیک در مورد رژیم ولایت فقیه را نادیده گرفت این رژیم به یمن درآمد نفت رژیمی است سوار بر یک دستگاه بوروکراتیک گسترده که بیشک در نسبتی با این منطق عمل می کند بدون این دستگاه عظیم قدرت ولایت فقیه تبدیل به واقعیت نمی شود درست به همان معنایی که هر گونه ضعف و فتور و فسادی در آن به تحقق آن قدرت خلل وارد می کند بیشک بخش چشمگیری از کسانی که ماشین حکومتی را میچرخانند و در آن برای مقام بالاتر تقلا می کنند درون این منطق عمل می کنند اما موضوع فراتر از این می رود بسا فراتر در اینجا می خواهم نکته ای را بگویم که هم تازه است و هم حائز کمال اهمیت برای فهمیدن سوژه در وضعیت خدشه و ارتباط خدشه با ابتزال تبیین آرنت در نهایت مبتنی است بر فاکت امتناع تفکر اینکه شر از امتناع اندیشیدن میآید منطق بروکراتیک دقیقا به این دلیل میتواند شر را ممکن سازد که مستلزم نوعی نیندیشیدن است یا دقیقتر منطق بروکراتیک اندیشیدن است به مانند بندگان در این رابطه این نکته بسیار مهم است گرچه مقفول مانده که آرنت اصرار می کند که منشأ اصلی جنایات آیشمن ایدئولوژیک نیست به نظر من این امتناع از نسبت دادن شر به ایدئولوژی برای آن است که نشان داده شود که ابتزال شر ناشی از توهی بودن آن از پایه نظری است آرنت نمیگوید شر مبتزل است زیرا مبنای نظری ندارد میگوید مبتزل است زیرا آری از اندیشیدن است ابتزال شر ناشی از بیمغزی نیست آرنت میخواهد محل وقوع ابتزال را از خود ایدئولوژی به نسبت سوژه با اندیشیدن از جمله نسبت او با ایدئولوژی منتقل کند این محتوای ایدئولوژی به ما و یک ساختار نظری نیست که موجد شر است بلکه این نسبت سوژه با آن است که محل وقوع شر است می توان با ایدئولوژی های متضاد از عمله شر بود کافی است با آن نسبتی داشت که اندیشیدن را ممتنع سازد فکر کردن یک چیز است و ایدئولوژی داشتن یک چیز دیگر این دو حتی می توانند متضاد هم باشند دوستان ایدئولوژی ستیز عجله نکنند آرنت ایدئولوژی را رد نمی کند اگر موضوع فقط نداشتن یا تعلیق ایدئولوژی بود و کنار آمدن با وضع موجود و یا پیگیری آرمانهای شخصی اگر میشد انسان حیوان سیاسی نباشد، آنگاه آیشمن موردی از ابتزال شر نمی بود. در هر دو مورد، چه تسلیم به ایدولوژی حاکم و چه اتخاذ موضع خونسا و بیتفاوت به آن، سوژه با تمامی عقلش با جهان ارتباط برقرار نمی کند و خود را، در خدمت شر قرار می دهد اکنون می توانیم آنچه را در ابتدای فصل دوم گفتیم به این صورت هولناکتر بگوییم. شر از نیندیشیدن به اندیشیدن ناشی می شود. محل شر اندیشه نیست. نسبت فرد است با اندیشه هایش. بنابراین هر کجا آرنت یا شاگردان راستینش میگویند عجز از اندیشیدن باید خواند عجز از اندیشیدن برای خود یا عجز از اندیشیدن به اندیشیدن یکی از شاگردان راستین آرنت می نویسد کسانی که آجز از اندیشیدنند قادر به ارتکاب هر عملی هستند از این بابت تفاوتی میان سوژه مؤمن و سوژه مخدوش نیست هم سوژه مؤمن و هم سوژه مخدوش به آسیب شناسی سوژه تعلق دارد یکی اندیشیدن را به دیگری محول کرده است و یکی مانند اسب اساری چشم بند بران زده است اصلاح طلبی نظریه پردازی از جایگاه سوژه مخدوش است اصولگرایی از جایگاه سوژه مؤمن آرمان رژیم آن اولی است ولی برای معاش خود به این دومی نیاز دارد ماشین ولایت فقیه بدون هر دو هیچ کجا نمی رود.